سلام وقت بخیر. مسیر نامعلوم سال. طالبان در قطر میگویند که حکومت مسئول تاخیر در پروسه صلح از زندانیان طالبان رها نمیکند. به این دلیل پروسه صلح با تاخیر چند وقتی که ادامه داره مواجه شده. از سوی هم حکومت میگه که طالبان حملاتشان را کاهش ندادند، اسیرای حکومت را رها نکردند. از سوی هم سفارت آمریکا میگه که باید هر چه زودتر روند رهایی زندانیان دو طرف تکمیل شود، شورای مصالحه هم شکل بگیرد و مذاکرات هم آغاز شود. با توجه به حملاتی که تشدید شده در ولایت های مختلف، چقدر امکان داره که به زودترین فرصت روند رهایی زندانیان تکمیل شود و ما بریم به طرف مذاکره رو در رو، مذاکره مردم افغانستان؟ بیشتر صحبت میکنیم در بسوی صلح امشب با مهمانانم، آقایان داود اساس، آگاه سیاسی که در استودیو با من است، عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندگان که از طریق خط اسکایپ از کابل با ما وصل هستند، و همچنان گلابمیر رحمانی، استاد دانشگاه که از طریق خط اسکایپ از هند با ما وصل هستند. مهمانان عزیز، به بحث بسیار خوش آمدین. آقای اساس، با شما آغاز بکنم. با توجه به ابهاماتی که وجود داره در پروسه صلح افغانستان، اظهارات تازه گوی چی است به نظرتون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما ببینیم اشتباهات حکومت افغانستان از نمی حوال که در پروسه قطر باید در پروسه صلح باید داخل می شد، در قطع امریکا باید اینمی مسیر باید صحیح تاداوش صحیح می ماند. ما شما به اینمی حالت امروز نمی آمدیم. شما ببینید اشتباهاتی که از طرف حکومت افغانستان شده امروز یه جبران میکنن. هر روز اول اگر ما شما توافقنامه‌ای که در بین امریکا و طالبان میشد، باید ادمیجه یک توافقنامه امریکا و افغان حکومت افغانستان هم باید میشد. وقتی که 5000 زندانی برای طالبان در توافقنامه امریکا میآید، به او وقت امور مشخص میشه. شما دیدید که در امور روزایی که در حیات حکومت افغانستان رابطه بود، امور برشان ششته بود، او را نمیپذیرفت. همونجا باید از پروسه صلح باید با حکومت افغانستان بیرون میشد. باید بر امریکا میگفت که ما پروسه صلح میخوایم، نه ما میخوایم که طالب یک جلوی کلانتر بتم برشن. شما ببینید کلی پروسه صلح که دو سال دوام گرفت، او به نفع طالب تمام شد. تا امروز به نفع طالب تمام میشه. امروز کلی انتقاد سر حکومت افغانستان داره که 4500 زندانی ریا شد، 500-600 دیگه هم باید ریا شود. نه باید. با شما ببینیم طالب، شما ببینید یک دفعه از طالب تعریف پیدا کنیم. ما دمیدو شو میشه که مصاحبه های طالب در میشنویم و مطلقا اینمی میگه که ما باید اینمی حکومت نظام از بین ببریم و میگه که ما امریکا را شکست دادیم، افغان حکومت اداره کابل یک اداره چیز نیستن، ما با قدرت خود با اینمی زور خود افغانستان دیگه گرفته میشن. دلی که طالب که میخواد که افغانستان امارات بکنه، دلی طالب تا که هر کار بکنه او هستن. شما ببین در خط جنگ طالب ها بسیار پیشرفت کرده. چه کسی مسئول تاخیر در پروسه صلح است؟ طرف طالب امروز شما با وضعیت دیدین گفتن که این طرف حکومت افغانستان عامل تاخیر است، عامل عدم رهایی زندانیان است، و طرف حکومت هم میگه که شما تشدید حملات طالبان در ولایت های افغانستان شاید است که تلفات خیلی زیاد داشته باشه. نامه حکومت افغانستان که طالب ها امضا نکرده که ما 5000 زندانی رو برتن امضا میکنه. حکومت افغانستان متحد به رهایی جان شده؟ متحد به او وقت وقت شده که ما برتن گفتیم هی یک حکومت از پاسخگویی برای مردم افغانستان هستند. ما برتن گفتیم هی زندانی به زندان پلیس چرخی یا زندانای افغانستان مربوط داره. ما شما ببینیم دیگه یک نظام وجود داره. این میگه ما حکیم فیصله کرده، این میگه رابطه با یک زندانی شده. ما شما ببینیم یک رئیس زندانای طالب هستن، او که یک دکان میگیرم میگه این سرباز ایدا کردم، یک دیگه یک دریور میگیرم میگه این پلیس مالی را. خب شما دیدین که وقتی توافق طالب با امریکا در قطر امضا میشد، در حکومت افغانستان اینجا محفل بسیار کلان گرفتن و از توافق طالب با امریکا حمایت کردند. از جانب دیگر پس از تحلیف رئیس جمهور پذیرفت که رهایی زندان صورت میگیره. ما در گپ های اولیم گفت که اشتباهات کلان حکومت افغانستان بود، او اشتباهاتشان بود. از توافقنامه تا امروز حکومت افغانستان خبر نداره. ما شما ببینیم زیادتر وقتی خبر نداره چطور تاییدش کرد؟ مشکل ما شما دیدیم که مشکل ما شما در انتخابات بود.
حکومت ایجا یک طرف پیش دکتر صاحب عبدالله بود، دیگر طرف دکتر صاحب اشرف غنی بود و میخواست هر کش میخواست که هر چیزی که امریکا باید میگه باید امور قبول کنیم و چشم پوت قبول کرده که امروز امی جبرانش ادا کرده نمیتونه. ما شما ببینیم امروز که حکومت افغانستان نمیتونه زندانه ریا بسازه، یک کار بسیار کلان است. خود امی 400-500 زندانی رو هم برشان ریا کرد. سبا طالب برای نمیش دکتر برشان میشه میگه ما امارت اسلامی میقویم. قبول داری حکومت افغانستان یا نداری؟ یا عملات خود شدت بتم؟ ما شما ببینیم از اینمی حوال امی تادابش غلط بود. اینمی حکومت اصلی ما باید میگیم که در اینمی مشکل اصلا ما مشکل به دوش حکومت میندازی میشه که حکومت افغانستان نتوانست که از پروسه صلح سم صحیح نظارت بکنه. شما ببینید تعداد در بین امریکا و طالب گام به گام عملی میشه و ایجا افغان کشی زیادتر همیشه امریکا. شما ببینید که پنج قرارگاه کلان خود از افغانستان بیرون کرده، با کدام توافق نامه بیرون کرده؟ ما شما توافق طالب با امریکا، ما با این میشه مهم است که چرا که توافقی که یک حکومت یک کتی یک نظامی داره او را عملی نمیسازه، اما توافق که یک گروهی که تا امروز تا دیروز توریستا بود که او عملی میسازه. این میشه برای ما سوال است، باید بر دنیا این سوال پیش کنیم که توافق نمایی که تا 2000 از جانب کی سوال است؟ بحث در جانب مردم افغانستان سوال است. به طرف کی؟ به طرف امریکا. ما باید بگیم که کتیما قرارداد امریکا داره، قرارداد امنیتی در 2024 باید قرارداد امنیتی هم داره، قرارداد استراتژیک هم داره، ناتو هم داره. او را قبول کسی نمیتونه و کتی یک گروهی که تا دیروز خودشان میگفت که گروه تروریستی هستن کتی وا توافقنامه با یک دفعه عملی میکنه کتی یک نظام عملی نمیکنه. آقای رحمانی، با توجه به صحبت هایی که آقای اساس هم داشتن، امریکا مخسر وضعیت است، حالا طالب جانب حکومت هم متهم میکنه به اینکه رهایی زندانیان صورت نمیکنه و سبب تاخیر شده. حکومت هم میگه که شما عملات طالبان را دیدین در ولایت های مختلف، سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی و نیروهای نظامی شد. واقعا اصل قضیه در کجاست و چه چیزی سبب به تاخیر در پروسه صلح شده؟ سلام خدمت شما، سلام خدمت بینندگان تلویزیون شما و همچنان مهمانان در برنامه. سلام بر شما. ما میخواهیم در این موضوع اشاره بکنم این که در قدم اول یکی از چالش های بزرگی بر سر راه مذاکره صلح افغانستان به وجود آمده ای از همان پیمان صلح است که میان طالب و ایالات متحده امریکا با امضا رسانیده که هیچ یکی از جوانب ضددخل پروسه صلح و جنگ افغانستان را در نظر نگرفت. یعنی در اینجا نه تنها که حکومت افغانستان در پروسه صلح شریک نبود و همچنان کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان هم که در افغانستان در 19 سال همکاری کردند در پروسه حکومت‌سازی افغانستان، اینا هم شامل نبودند. یک و در خودسرانه در اینجا آقای خلیلزاد و با ماموریتی را که در پیش اشتباهی را که در خون صورت گرفته بود، همان اشتباه را یک بار دیگر در پروسه صلح بین طالبان و ایالات متحده آمریکا تکرار کردند. یعنی در اینجا بیشترین امتیاز ایالات متحده آمریکا به طالب دادند، یعنی رها کردن زندانیان. این از صلاحیت ایالات متحده آمریکا نبود که اینها در پیمان مذاکره صلح اینا بله. اونجا خب آقای رحمانی، این تصمیم گرفته شد، بالاخره پیمان توافق با طالب امضا شد، اما در اینجا بحث رفتن به طرف صلح مطرح میشد. چه کسی سبب تاخیر پروسه شده؟ طالبا با بسیار وضاحت امروز گفتند که طرف حکومت مشکل آفرینی میکنه، مشکل سازی میکنه و رهایی زندانیان را حداقل که گام بر مرحله بعدی که پروسه صلح است تکمیل نمیسازه و جانب حکومت هم حملات طالب را و عدم رهایی سازی اسیران جانب حکومت ها مطرح میکنه که سبب تاخیر در پروسه صلح شده. بله، ما میخواهیم اینو تکمیل بکنم. حتما این که بعد از اینکه با وجود این که ایالات متحده آمریکا پیمان مذاکره صلح با طالب امضا کرد، با آن هم که حکومت افغانستان دخیل در پروسه مذاکره صلح در پیمان صلح قرار نداشتند، با وجود این همه با فشارهایی که ایالات متحده آمریکا برای حکومت افغانستان وارد کرد، حکومت افغانستان به خاطر خوشبینی صلح افغانستان، به خاطر حفظ موافی افغانستان، به خاطر دستاوردهای 19 سال افغانستان که میتونه در یک رویکرد صلح دوامدار در افغانستان میتونه حفظ شود، اینها اقدام بر رهایی بیش از 4000 زندانیان طالب کردند.
که با وجود این همه از طرف جانب مقابل که گروه طالبان هست هیچ گونه انعطاف پذیری به خاطر کاهش خشونت در افغانستان با وجود نیامد. آقای رحمانی، همینجا سوال ایجاد میشد، چه چیز سبب شده که کوچکترین تغییر در موقف جنگی طالبان ایجاد نشود و هیچ نوع انعطاف پذیری در قضیه وجود نداشته باشه از جانب طالبان؟ حمایت با باوریم این که حمایت سرسام‌آور ایالات متحده آمریکا از طالبان و دادن پرستش سیاسی و بین‌المللی برای طالبان و همچنان بدون گرفتن الزامات و تضمین ملی و بین‌المللی برای طالبان فضا را برای طالبان باز گذاشتن که تا اونها بتونن از زمان روی کرد جنگ که اونها همیشه از زمان ظهور طالبان تا کنون از مسیر جنگ اونها به قدرت رسیدن و باز هم اونها از همین ابزار جنگ میخوان فشار خود بیشتر وارد بکنن و از طریق فشارهای بیش از حد و خشونت در افغانستان دستاوردهای بیشتر برای در روند مذاکره صلح به دست بیارن. خب سوال کلان همینجاست که بخوای اساس هم بیشتر اشاره کردن که امریکا با جانب حکومت هم پیمان استراتژیک داره، هم پیمان امنیتی داره. چه چیزه آره طالبان را برتریت میتونه از امریکا به منظور از اینکه حمایت صورت بگیره و این وضعیت طوری باشه که تشدید حملات از جانب طالبان به شدت ادامه داشته باشه و فشار بالای حکومت وارد شوه؟ به گفته شما بدون شک ما با حرفای آقای اساس در موافق هستم این که همین ایالات متحده امریکا 10 سال قبل به خاطر سرنگونی طالب آمدن و سرنگونی طالبان برای ایالات متحده آمریکا یک دستاورد قلمداد کردند و امروز بعد از 19 سال دوباره میان طالبان دوباره بر سر قدرت میارن و آوردن طالبان بر سر قدرت و دادن پرستیج سیاسی ملی و بین‌المللی این هم برای ایالات متحده آمریکا میتونه دستاورد قلمداد میشه. پس معلوم میشه که ایالات متحده آمریکا به خاطر مذاکره صلح، به خاطر صلح و ثبات افغانستان صادق تشکر. صادق نبوده و صادق هم نیست. تا زمانی که ایالات متحده آمریکا صادقانه در پروسه صلح افغانستان اجماع منطقه‌ای، اجماع ملی و اجماع بین‌المللی را تشکیل ندهد و صادقانه تضاد منافعی که در منطقه و جهان هست این را حل نکنه به شکل دو جانبه نمیتونیم ما با پروسه صلح و مذاکره در افغانستان به نتیجه مثبت برسیم. تشکر. در حالی که 4400 زندانی طالب را حکومت رها کرده، 800 اسیر حکومت که نزد طالب بود رها شده. جانب طالب میگه که حکومت مسئول تأخیر در پروسه صلح است. جانب حکومت میگه که طالبا و حملات طالبا سبب شد که پروسه صلح و رهایی زندانیان با تأخیر و چالش روبرو شود. ابهام کلان در کجاست و چطور ابهام شکسته شود؟ پس از یک میان برنامه. دوباره خوش آمدین. بحث صلح افغانستان در کجا کار مشکل وجود دارد؟ 4400 یا 4400 زندانی طالب رها شده، از جانب طالب هم طبق آماری که نشر شده 800 زندانی حکومت که نزد طالب بود رها شده. بر اساس توافق طالب با امریکا، امریکایی ها هم حضور نظامیشون را کمتر ساختن و هم از 5 پایگاه در ولایت های مختلف مثل اروزگان، هلمند، پکتیکا و لغمان بیرون شدن و تقام نیروهای خشانه هم با 4500 سرباز کاهش دادن. مشکل در کجاست و چرا بحث صلح افغانستان با بنبست خورده؟ آقای حسینی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب خدمت شما و جناب اساس عزیز، جناب رحمانی صاحب و سلام خاص دارم به نیروهای قهرمان وطن. سلام بر شما. پروسی صلح که آقای خلیلزاد در رأس بوده بود در افغانستان از اول بنیادش غلط بود که ما را، کشور ما را، نظام ما را در حالت تضعیف قرار دادن. طالب ها عامل اصلی هست در جنگ. طالب ها هیچ وقت نمیخواد در افغانستان صلح بیاید. طالب ها اجیران خود فروخته بیش نیست در افغانستان. طالب ها رهبرانشان بوجی بوجی دلار میگیره در قطر و هتلای مجلل شیشته هست و از این مردمانی که ما دو نوع فقر داره در افغانستان، فقر اقتصادی و فقر علمی، که فقر علمی خطرناکتر از فقر اقتصادی هست. از بسیار با پول ناچیز اینا را آلت ابدار قرار میده
و اینا هیچ وقت کاهش خشونت در افغانستان کاهش ندادن، روزانه افزایش دادن. همین اکنون که من همراه شما صحبت میکنم، یک ساعت پیش یکی از کارمندان قهرمان امنیت ملی ولایت فرا را با مین چسبکی داخل شهر فرا در خانهش انفجار داد. اینا هر شب سر شاراها، سر بیزا، سر 19 ولایت افغانستان عملیات خود انجام میدن. اینا به هیچ میار انسانیت، میار بشریت، میار افغانستان شمول اینا پایبند نیستن. اینا کسایی هستن که اجیرانی هستن که از سپای پاسداران پول میگیرن، تومن و خانه های اونا در ایران است و از آیسای پاکستان پول میگیرن، واسکت انتحاره رو میپوشن که جنت افغانستان است، میای مردم انتحار انفجار میدن. شما دیرین در شفاخانه ولادی نسایی که در دشت برچی بودن، در مسجد آقای نیازی را و او مولوی مفلی را، اینا کسایی هستند که به هیچ میار برابر نیست. شما دیدین که تقریبا دو هفته پیش خطرناکترین و فاجعه‌بارترین هفته بود برای نیروهای قهرمان ما. تنها دل ما که میسوزه آقای حسینی، قهرمانای ما، بله، نظامی های ما میسوزه. بله، همینجا سوال مطرح میشه که چه کسی عامل این وضعیت است؟ حالا طرف حکومت استناد میکنه که طرف طالبا عامل وضعیت هستند. طرف طالبا، شما شنیدین گپایشون که میگن طرف حکومت زندانیان رها نمیکنه و مسئول وضعیت طرف حکومت. از جانب دیگر آمریکا که همواره متهم میشه در قضیه که با امضای توافق با طالبا به طرفی شرف کرده. بس آمریکا یک بود قضیه است، بس طالب یک بود قضیه است. آمریکا رو جداگانه برای شما تشریح میکنن. طالبه عامل اصلی جنگ در افغانستان طالب ها هست. طالب ها همیشه نخواسته که در افغانستان صلح بیاید. طالب ها رو آمریکا گفته شما برین مردم از شورای نمبر یک پیاده کنین به جمع اسیر، مرد شهروندان افغان، مردمانی که به هرات، قندار، زابل تا هرات سفر میکنه، اینا رو شما حسیر میگیرین که به جمع دولتی اینا رو تبادله کنین. طالب ها میخواید 570 نفر، او کسایی که از بنگلادیش، چچین، پاکستان، ایران، یونان، ترکمنستان، ازبکستان، اینا کسایی هست که آماده بزرگترین عملات خطرناک و وحشیانه خود در افغانستان انجام داده، فعلا در بند و در قید قانون افغانستان است. بنان اونا اینا رو میخواید رها کنن. خب بنان ما اگر افغانی رها میکنیم، طالب افغانی رها میکنیم، خب او میتونیم گفته که مخالف نظام بوده، ایده خود فروخته بر کشورهای خارجی، آمده مبارزه کرده و جنگ کرده. اما بنان پاکستانی چی حق داره بیا پایگاه نظامی ما از بین ببره؟ ایرانی چی حق داره بیا نظامی ما را شهید کنه؟ بنان اینا را ما اجازه نمیدیم که رها شود. خب یکی از پیشرتایی که آمریکا با طالب داشت، آقای حسینی، یکی از پیشرتایی که آمریکا با طالب داشت قطع روابط طالب با القاعده و گروه های تروریستی دیگه بود که ای باید تضمین داده میشد از طرف طالب ها به طرف امریکا که کار در توافقنامه صورت گرفت. حالا وقتی بحث رهایی افراد وابسته به القاعده و افراد وابسته به داعش مطرح میشه از جانب حکومت افغانستان، ای با چه هدف طالب ها دنبال چی هستن با این کارشان از دید شما؟ طالب ها در پی و ایرانی وطن به گفتی کشورهای خارجی. طالب ها اگر میخواهد که واقعا افغانستان داشته باشیم، این خانه مشترک همی هست. طالب ها بیای افغانستان، حکومت افغانستان به خاطر اصل نیت، اگر دولت افغانستان در صدد پی خرابی می بود، خب چرا بالاتر از 4000 نفر شما را رها کرد؟ خب بنان اینا بفهمه، انس حقانی را رها کرد، امراهان زور را رها کرد، بالاتر از 4000 نفر از اینا را که ما بر شما متیقنن میگیم که امی فعلا 3000 نفر از اینا رها شده، اینا عملا در صفوف طالب ها هست، در مقابل نظامی های ما می جنگن. امین های کسایی که تعهد دادن که ما دیگه به صفوف جنگ نمیریم، اما متاسفانه عملا اینا فعلا سلا گرفته، پل و پلچک و مساجد و وطن ما را تخریب میکنه و نظامی های ما را شهید میکنه. خب اینا تضمین کرده بودن که به جنگ بر نمیگردن. آقای حسینی، شما صحبت های مقامات آمریکایی را شنیدین که اونا گفتن اگر این اسیرا و این زندانیا از جانب حکومت افغانستان رها میشه، اینا برای تقویت پروسه صلح هست، نه برای اینکه جنگ شدت پیدا بکنه و در خط جنگ را برن قرار بگیرن. وقتی کار اتفاق افتاد، بالا رهایی زندانیان صورت گرفته، اینا رفتن به صفوف جنگجویشون پیوستن، چه کاری حالا باید صورت بگیره؟ طرف آمریکا اینجا کدام مسئولیتی که داشت او را در حال
اجرا هست یا اینکه پا عقب کشیده و داره نظاره میکنه؟ آمریکا را ما میپذیریم که 650 میلیارد دلار بر افغانستان مصرف کرده، نظامی های خود یک قربانی کرده، توپ تانک خود از دست داده، اما در دی اواخر سیاست ترامپ، سیاست خصمانی ترامپ در قبال افغانستان، حکومت ملت افغانستان، این قابل قبول ملت افغانستان نیست. آقای ترامپ وعده های انتخاباتی که به خاطر سال 2020 بر آمریکایی‌ها داده بود که باید نیروهای خود بکشه و ما یک صلح در افغانستان میاریم، هدف از او برنده شدن، اولویت کار از آمریکا و ملت آمریکا و وعده های از بر ملت آمریکا هست، نه بر ملت افغانستان. شما دیده باشین که هرگاهی که ترامپ یک اعلامیه در قبال افغانستان میده، آنن فردای از اون نظامی های از اون یک بیانیه دیگه ارائه میکنن. بنان سیاست خصمانه ترامپ باعث دی شدن که نظام ما را در حال تضعیف نگاه دارن و جنگ شوراورتر کنه در افغانستان و طالب بلند جلوه بده برای ملت و برای جهان. خیلی تشکر. بنان من متاسف هستم، متاثر هستم به این دیدگاه و سیاست خصمانه اواخر آمریکا. بسیار تشکر. حقوق احساس دو تا دیدگاه مطرح میشه، یکی که حالا بحث جنگ افغانستان به شدت ادامه داره و مشخص هم نیست که چه زمان این جنگ ها کاهش پیدا میکنه و ما میریم به طرف مذاکرات صلح. بحث دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح میشه که همه چیز بستگی به انتخابات آمریکا داره. حالا اختلاف دیدگاه و اختلاف سیاسیون آمریکا در پیوند به قضیه افغانستان است. آن شما ببینیم این برنامه شما به این است که بسوی صلح، ما میگم بسوی یک خرابی کلان من پیش میرم، هیچ نشانی صلح در وجود در وجود نداره. ما شما ببینیم خونین ترین سال در 19 سال اینه نام به نام صلح بود. ببینین هو گروهی که تا امروز همین ملت خود تباه کرده، این افغانستان تباه کرده، امروز او از تروریست ها کشیده شد، یک مخالفین سیاسی، یک جلوی بسیار کلام برشان داده شد. به اینمی ما میگم ما به خاطر صلح نمیریم، ما به خاطر یک بربادی بسیار کلان افغانستان. شما ببینید چرا در اینمی وقت صلح آمد؟ ما شما ببینید ما مشکلات سیاسی ما شما چی کدر زیاد هست در افغانستان؟ دو طالب اجرا شد، یکیش در دیوال یک طرف دیوال، یکیش در او طرف دیوال. در او وقت پروسه صلح شروع هستند. او طرف طالب میگه تو پروسه صلح بگو، اینمی طرف میگه حکومت. این میر شما چیکه تضاد داره؟ اگر شما ببینید دکتر صبا عبدالله هیچ وقت نمیخواد که هی حکومت جلوه بده که یک حکومت خوب هستن، به خاطر اینکه او بسیار تضاده که دکتر صبا اشرف غنی، دکتر صبا اشرف غنی که عبدالله داره و که دکتر صبا اشرف غنی غنی داره، این حل نشده تا امروز. ما شما ببینید این می حالت هستن، آمریکا از این می جا و طالب از این می جا سوء استفاده میکنه. فکر میکنید ما شما ببینید مردم افغانستان باید هوشیار شود؟ امروز طالب میگه 800 زندانی رو ما ریا سادیم، همین یک روز بعد کی گفته بر جامعه جهانی از اینو میپرسن که شما کی بودین؟ همین حکومت افغانستان هم چشم پشته که اشتباهات بسیار کلانه میکنن، همین بگیرن میام یک روز بیاره پیش روی مطبات در موجه ببینه که شما کجا کدام یکتن، یا تکاو یا سرباز ترخیص شده هستن، یا دریور یا گرگان هستن، یا دکان هستن، یا دکاندار هستن، یا قراردادی هستن، وار ریا میشه. شما ببین ما طالب حق وقت دادیم میگم بیا آیات تروان کو ما بس سیل کو، کدامش که چر جات داره، کدامش که خوب بیکار برده میتر، کدامش که 82 را برده میتر، امور ما بر امور برم ریا بسس. اما یا بس جنگ برگشتن ما میگم 3000 که بیشتر وکیل صاحب گفت که 3000 به جنگ گشته، این واقعیت است. ما شما دو نفر از انمی ما میشناسیم که از انمی باگرام از انمی پلچرخی ریا شد، در غزنی در جنگ پس کشته شد. چند نفر شده علمان تیر میال کماندان جنگ است. امریکا در توافق با طالبان تضمین کرده بود که اینا برنامه کردن به جنگ. کی ریاش میسازه؟ وقتی که طالب او را از زندان میکشه، او چطور باز به جمع خود نره؟ ما باز میگم اگه ای امریکا برای این خاطر ریا میساز که شما برین به خانه، علی خود طالب میای میگه ما تو ریا میسازیم، و وقتی این مینیمی تو آمده که طالب میگه که ما پیروز جنگ هستم، او چطور نمیای؟ د سپوپی طالب استاد نمیشه. ما میگم یک بسیار گپی هستن که باید خنداور هست که ما میگیم که طالب که ریا میشه به جنگ نمیره، به خانه میره. چرا؟ تا وقتی که طالب به یک بسیار به یک در بند مشکلات زیاد بود، او به کتشان می جنگید. حالی که طالب پیروز سانه خود می خوانه و امریکا کتشان است، نه بمبارد امریکا است، نه عملیات امریکا است، او حالی بر از محبس بر به خانه بشینه. اما ظاهرا از بمبارد امریکایی از ابراز ناراحتی کردند. شما دیدین؟ شما ببینید یک بمبارد کده و هر روز عملیاتشان. شما ببینید من میگم امریکا 5
جای برشان قرارگاه برشان ریاست. من امروز یک از طالبا این بیانش شنیدم گفت امریکا وقتی که قرارگاه خود خالی میکنه برای طالبا چی میتر راپور میده که ما امروز اینمی قرارگاه خالی میسازیم و برای حکومت افغانستان هیچ جوابی نیست و خبرش هم نمیکنه. او یک مثالش گفت گفت دخوست وقتی که طالبا خبر بود که قرارگاه امریکا امروز خالی میشه، حکومت خبر نبود، صبح مردم کریر طالبا گفت که برین ام قرارگاه که هر چیز از امور خود ببر. مردم احمد ابن قرارگاه امریکا که چیزی بود، بعد از چند ساعت حکومت چند ساعت بعد حکومت خبر شد که اینمی از اینمی جا امریکا رابطه. حالا طرف حکومت بر حکومت کردن آمادگی میگیرن، وزرا را معرفی میکنن، دارن زده بند چوکیو جریان داره، طرف طالب جنگ شدت گرفته، حکومت با یک رای دچار اشتباه روان هستن. ما برای حکومت مسئله چی میشه؟ ما به حکومت افغانستان خصوصا به دکتر صاحب عبدالله و به دکتر صاحب اشرف غنی میگم که یک رای بسیار اشتباه را گرفته. ما و شما به یک پروسه هستیم که به خرابی افغانستان ان چند نفر که در ارگ برتان میگه که دکتر صاحب اشرف غنی دیروز گفت سو باخ که ما راپور کابل خوانده میشه، خو چیزی نبود. دکتر صاحب برای تو راپور غلط میته، جنگ در شکردره است، ولسوالی کلکان ته به سکوت رسیده، ولسوالی به گرامیت به سکوت رسیده، اونمو هستن که سربازتون از د ولسوالی شکردره از پوسته بیرون نمدانه میتنه. این می رای که از کابل میره، هر کسی که بر تو میگه رئیس جمهور رئیس صاحب جمهور دروغ میگه، از این می کابل تا کرباغ کسی به این می دیگر رفتن نمیتنه. تشکر. یک میان برنامه میگیریم، دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. روی تاخیر در پروسه صلح افغانستان صحبت میکنیم. تشدید جنگ و بی‌باوری که نسبت به صلح وجود دارد، طرف طالبا حکومت هم متهم میکنن به اینکه زندانیان را رها نمیکنه و بحث صلح به تاخیر روبرو شده و جانب حکومت هم بحث حملات طالبا را، متحد نبودن طالبا و پروسه صلح را یگانه دلیل تاخیر در بحث صلح افغانستان میدانه. جانب آمریکا هم که تا آن سفارت آمریکا میگه که طرف طالب و حکومت هر دو باید زندانیان رها بسازند و برند طرف مذاکره. با توجه به این وضعیت ما به کدام سو حداقل میریم؟ بحث صلح افغانستان در آینده نزدیک نتیجه می داشته باشه یا نمی داشته باشه؟ بیشتر صحبت بکنیم. آقای رحمانی، با توجه به حرفایی را که گفتیم، حالا تشدید جنگ شاید از افغانستان و میره به طرف ای که چی کار صورت میگیره؟ طرف حکومت شکل میده، طرف طالب جنگ میکنه و زندانیان هم که رها شده به صفوف مخالفینشان پیوستن. بله، من میخوام اشاره بکنم در این مورد که بابا من همان طوری که ایالات متحده آمریکا با در قسمت مبارزه با طالب صادق نبود، در قسمت پروسه مذاکره صلح افغانستان هم با طالب هم از صداقت لازم برخوردار نیست. اگر تا زمانی که این صداقت لازم در این پروسه با وجود نیاید، بدون شک این پروسه به شکل با بنبست برمیخورد و همچنان پروسه مذاکره صلح افغانستان طولانی تر میشه. یعنی فرمانی ازی است که ایالات متحده آمریکا در نواد از زمانی که آغاز مذاکره صلح با طالب شروع کرد، بیشترین بازن کوشش کرد که به طالبا بده و بیشترین فشار به بالای حکومت افغانستان وارد بکنه. یعنی شما ببینید که و هر لحظه هر روز شما حکومت افغانستان با وجودی که با چالش های گوناگون در درون حکومت مواجه هست، با همه این چالش ها هم دست و پنجه نرم میکنه و در کناری از این تلاش میکنه که دستاوردهای 19 سال حکومت افغانستان حفظ شود. بنابر همین دستاورد، به خاطر حفظ دستاوردها، با کوشش میکنه که قدم به قدم با احتیاط قدم برداره در قسمت رهایی زندانیان طالب و هرگاه که میبینه با رها کردن زندانیان طالب هیچ گونه خوشبینی و کاهش خشونت ها برای مردم افغانستان پروسه صلح بی‌باور میسازه، در اینجاست که پروسه صلح به کندی مواجه میشه. ما زمانی که میتونیم بدون شک زمان این پروسه مذاکره صلح زمانی به پیش میره که خشونت کاهش پیدا بکنه، اجماع در داخل حکومت افغانستان از یک آجندای واحد به طرف مذاکره صلح پیش بره و از طرف دیگر اجماع منطقه‌ای که خیلی مهم و حساسی است که در پروسه مذاکره صلح طالب و امریکا نادیده گرفته شده بود، که این اجماع منطقه‌ای که باید شکل بگیره که بدون شک در افغانستان در 19 سال جنگ‌های نیابتی در افغانستان شکل گرفت و کشورهای منطقه هر کدامش منافع خود در افغانستان می‌بینه و هرگاه اگر ما
آقای رحمانی، اینجا یک پرسش کلان وجود دارد که همه چیز وابسته با بله همه چیز وابسته به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیده میشه. شما انتخابات را پیشتر شنیدین، آقای اساس هم اشاره کردن که حالا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت بگیره، پس از واضح میشه که چه چیز اتفاق بیفته در افغانستان. اینجا تقابل دیدگاه بین سیاسیون و احزاب آمریکا هم وجود داره. فکر نمیکنین همه چیز وابسته به او مانده و داره ای طرف در افغانستان جانب حکومت مصروف خودش است، جانب طالبان مصروف زد و بند و تشدید جنگ که همه روزه ادامه داره؟ من یک بود قضیه میتونه همین باشه، یک بود قضیه همین پروسه انتخابات ایالات متحده امریکا هست که آقای ترامپ کوشش میکنه که از این روند مذاکره صلحی که بنا بر بنای که دانسته باشه همون شعارهای انتخاباتی خود برای مردم ایالات متحده امریکا ثابت بسازه که ما دانستیم جنگ نزده ساله را در افغانستان پایان داد. و اما مسئله دیگر این است که تا زمانی که این پروسه مذاکره سر ابعاد سیاسی، ابعاد تضاد منافع منطقهش نادیده گرفته شود، بدون شک با خروج غیر مسئولانه ایالات متحده امریکا از افغانستان، این تضاد منافع باعث خواهد شد که ایالات متحده امریکا با سرنوشت تلخ روسها در افغانستان مواجه شود. یعنی در اینجا شما میدانید که ایالات متحده امریکا میخواد با یک گروه مذاکره کرده و چندین گروه هست که در افغانستان منافع و حکومت افغانستان را تهدید میکنه و حتی جغرافیای جنگی که امروز افغانستان داره به طرف آسیای مرکزی میکشونه و این کشورهایی که رقیب سیاسی و رقیب اقتصادی ایالات متحده امریکا هست، اگر به نگرانی های از ایالات متحده امریکا رسیدگی نکنه و مسئولانه اقدام نکنه، بدون شک این کشورهایی که رقابت سیاسی و اقتصادی داره امریکا را به چالش خواهد کشاند و دستاوردهایی که 19 سال ایالات متحده امریکا در افغانستان داشت و این را در حکومت ایالات متحده امریکا به زیر سوال خواهد. تشکر آقای رحمانی، برمیگردم. تشکر. تضاد منافع را مطرح کردن آقای رحمانی، بحث سرنوشت نامعلوم امریکا را که بحث روسیه را اشاره کردن. فکر بکنین با این وضعیت که افغانستان روان است، اونجا بحث امریکا موقف جدی معلوم نیست که حالا با هر دو طرف توافق داره، چی میخواد بکنه در افغانستان؟ خب امریکا به هیچ وجه افغانستان ترک نمیکنه. هر ملت افغانستان باید خوب بفهمه و بزرگای ما میدانه امریکا به هیچ وجه افغانستان ترک نمیکنه. یک بحث انتخاباتی هست، امریکا هست بیشتر سر مسائل استخباراتی خود تمرکز داره و میخواهد بیشتر تقویت ببخشه بحث استخباراتی خود در منطقه. اما ظاهرا از پنج پایگاهشان بیرون شدن آقای وکیل. پس میایه، پس به زودترین فرصت میایه. بحث انتخاباتی ترامپ است. ما امیدوار بزی هستم که مردم آمریکا تصمیم خود گرفته و آقای ترامپ در این انتخابات برنده نمیشه. اونا پس برگشت میکنه یک کشوری که رهبری کل جهان میگیره و 650 میلیارد دلار خود میاره مصرف میکنه و اینجا در افغانستان رقیبای سیاسی داره مانند ایران، چین، روسیه و هیچ وقت نمیخواد برای جهان به اثبات برسته که جایی که آمریکا رفت اوج امن نیست، جایی که آمریکا رفت اوج آرامش نداره. این گپ نمیشه به هیچ عنوان. تنها چیزی که آمریکا در خطا و در اشتباه رفت مسائل طالب ها بود که طالب ها را بزرگ نمایی کردن و در مقطع اساس زمانی دولت افغانستان مثلا به حالت کارش نیمه کار است رها کرد و میخواه برشوا نمود کنه که ما دیگه ماموریت ما در افغانستان ختم است و ما میریم. اما چیزی که سیاست و دورنمای بلند آمریکا نشان داده به هیچ عنوان از افغانستان اینا بیرون نمیشه، اینا در افغانستان هست و از طالب ها هم اینا به شکل ابزاری استفاده میکنن. اهداف دیگه شاید داشته باشه در افغانستان بر منطقه و فرا منطقه، اینا از افغانستان به هیچ عنوان بیرون نمیشه. به خصوص اظهاراتی که شما امروز یا چند روز پیش شنیدی، اظهارات غیر مسئولانه آقای عراقچی که ما فاطمیون اگر در سوریه جنگ نمی کرد امروز جنگ در کابل بود. خب مردم افغانستان
یا افغانای ما را بسیج کردن به سوریه چی کار به ملت افغانستان، چی کار به حکومت افغانستان داره؟ یا مثلا اونا میگه که ما در مسائل افغانستان دیدخل قضایای جنگ افغانستان نبودیم. همین بودن امریکا و استراتژی کلان شما فکر نمیکنید که ایران، روسیه و کشورهای منطقه را نگران ساخته؟ با وجود از اینکه امریکایی‌ها و پیش از توافق صلح طالب با امریکا اجماع منطقوی و اجماع جهانی را گفتن که شکل گرفته و بحث اجماع درونی میان طرفهای درگیر افغانستان باقی مانده که بریم به طرف صلح. ما طرفهای درگیر داخلی هیچ مشکل نداریم. امروز ایران، پاکستان، روسیه، چین، هند، ترکمنستان، ازبکستان، همه کشورهای منطقه و فرامنطقه همه اجیران خود از اینا دست بکشه و اینا را بالات خود اینا رها کنه، خود از اینا پای میز مذاکره میه، خود از اینا در افغانستان میه، بنان یک طالب تاک تعمیل کننده نداشته باشه، بنان اینا از کجا میه، زخمی از یا کجا میره، خانی از یا کجا هست. شما رو ببینیم، ما بارها گفتیم اوزی غربه از نیمروز، فرا، هرات، غور، بادغیس تا غزنی را اینا را کل گیره ایران تمویل میکنه. همه فیلم که من برای شما گپ میدنم مدت 15 روز از بزرگترین سرهنگای اطلاعاتی و استخباراتی اینا به غور، بادغیس، فرا، نیمروز تا المنده اینا آماده از گروپ های 15 نفری ایلا 500 نفری را اینا تثبیت میکنه، میخواه برزی ها ما شواله کنه، میخواه تمویل و تجهیز کنه اینا را. اینا به خاطر که اراس از و خوف از دایش داره، اینا همیشه میخواه که جنگ بیرون از مرزهای خود درگیر داشته باشه. بنان آمریکا از افغانستان رفتنی نیست و چیزی که ما از طالب ها میخواهیم اگر واقعا کرویات خون افغانی در وجود زنا هست، هیچ کس بر زنا، هیچ کشور بر زنا افغانستان شده نمیتونه و هیچ کسی بیرون از افغانستان بر زنا برادر افغانی ما شده نمیتونه. بنان باید از مسائل نجازت خشونه دست بکشه، بیای پای میز مذاکره، این خانه مشترک ما و شما هست، بیایم دست به دست هم دیگر بدیم. این افغانستان جغرافیای دی بسیار کلان و بزرگ است و افغان ها هم دیگر پذیر است و افغانستان خانه جرگاه هاست، بیای کنار هم بشینیم و این وطن از زیر استثمار کشورهای استخباراتی منطقه بیرون کنیم. ممنون. یک میان برنامه دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. سرنوشت صلح افغانستان به کجا میرسد؟ ما به کدام سو در حرکت هستیم؟ جنگ صلح افغانستان آینده نامعلوم نگرانی های جدی را نزد مردم ایجاد کرده. جانب طالبا امروز تاکیدش برای بود که حکومت در رهایی زندانیان تعلل میکنه و سبب تاخیر در پروسه صلح افغانستان شده، اما سخنگوی رئیس جمهور گفت که طالبا مانع اصلی صلح هستند، اثرها رها نشده و حملات طالبا در برابر حکومت به شدت ادامه داره. از جانب دیگر سفارت آمریکا از حکومت میخواهد تا ابتدا حکومت شکل بده، برای طرف شکل دادن شورای مصالحه و گفتگو با طالبا آغاز شود. رهایی زندانیان زمینه را مساعد خواهد ساخت که کار صورت بگیرد. در جنبندی بحث امشب به سر میبریم. آقای رحمانی، با توجه به آنچه را که صحبت کردیم، چه کار حالا صورت بگیره؟ بنبست شکسته شود؟ شما چه فکر میکنین که ما به طرف یک تشدید جنگ و یک وضعیت ناگوار دیگه در حرکت هستیم، یا اینکه امیدواری ها هنوز هم وجود داره؟ بدون شک ما نمیتونیم که یک باره به با این باور باشیم که ما به صلح سرتاسری میرسیم، اما این صلح افغانستان، مذاکره صلح افغانستان چالش ها و فرصت های خود هم دارد. در قدم اول باید ایالات متحده امریکا همون طوری که بالای حکومت افغانستان فشار وارد کرد که تا بیش از 4000 زندانی های طالبان رها بکنه، به همون شکل متقاعد بسازه گروه های طالبان که اونها هم در میز مذاکره از کاهش خشونت یا آتش بس روی بیارن و بتوانن فضای اعتماد بیشتر در میان شهروندان و حکومت اعتماد سازی حکومت افغانستان با وجود بیاره که حکومت افغانستان تا بتوانن زندانی هایی که طالبان انتظار شده رها کنند. دو مسئله دیگر اجماع سیاسی در داخل حکومت افغانستان است. تا که آجندای واحد و اجماع واحد در میان سیاسیون افغانستان شکل نگیره، بنابراین ما یک بار دیگر پروسه صلح با چالش کشانده خواهد شد، زیرا حال مذاکره صلح یک بودش حکومت افغانستان است، در حالی که
اگر سیاسیون در داخل خود مشکل داشته باشه پیران پروسه صلح صدمه میرسونه و بالاخره به طولانی تر میشه. مسئله سوم دیگری که همون طوری که طالبان در حیات مذاکره شان به خاطر یک پارچه شدن و رسیدن به یک ردیف واحد اینها در تغییراتی در حیات مذاکره کردنشان به وجود آوردن، حکومت افغانستان هم یک تعداد حیات مذاکرهشان در تغییرات وارد بکنه و از سیاسیون واقعی از حکومت افغانستان، سیاسیونی که در افغانستان وجود داره و همچنان استادای دانشگاه و از جامعه مدنی و زنای نماینده زنان افغانستان که نگرانی دستاوردهای 19 ساله داره از اینها را شامل بسازه که تا یک حیات مذاکره کننده همه شمول باشد. و مسئله دیگر این که تا زمانی که دستاوردهای 19 سال افغانستان خط سرح حکومت افغانستان هست و خط سرح مردم افغانستان است این نادیده گرفته شود، ما نمیتونیم با پروسه صلح و خوشبینی نمیتونیم یک خوشبینی برای رسیدن و صلح دوامدار برای در آینده افغانستان داشته باشیم. تشکر آقای اساس. با توجه به صحبت هایی را که داشتیم، حالا چی کار صورت بگیره که حداقل بنبست شکسته شود، تشدید جنگ کاهش پیدا بکنه و اونم امیدواری های مردم در طرف صلح بیشتر شده بره؟ ما شما باید دو کار پیش ببره حکومت افغانستان، خصوصا یکش داخلی یکش بیرونی. ما شما باید در داخل باید یک اجماع با وجود بیاریم، یک اجماع همسایه تو نیست که بچی پلانکی و از ایز بی پلانکی و از ایز بی پلانکی، یک اجماعی که واقعا مردم باشه که پیشتر استاد گفت که واقعا مردم اینمی وطن پرست باشه، اینمی تو مردم بیاید که از اینمی یک مشوره بخواه حکومت افغانستان، خصوصا رئیس جمهور باید مشوره بخواه. ما پیش یکی از دیپلماتای روس بود در تلویزیون روسیه بود، یک خبریان پرسان کرد پیشن گفت چرا کم امریکای چرا کم رای حل برای بنبست افغانستان پیدا میکنه، گفت پیشنهاد امریکا برای روسیه هی نمیست که افغانستان باید تجزیه شود. بوی تجزیه نمیالمیه. ما فکر کنم حکومت افغانستان باید اینمی جبو پاما که او که میاد مدار کماندان کوهای ناتو برش بر جنرال دوستم در خانه میاره و چی دلیل بود؟ ما شما ببینیم ایجا باید ایجا میخواه روسیه و امریکایی که به توافق رسیده برای یک تجزیه افغانستان رسیده، این یک واقعیت هستند. یک دیپلمات روسی خودشان این گپ گفتن که امریکا برای اینمی بنبست راه آخرش اینمی است. شما چقدر موافق هستیم با این گپ؟ فکر میکنیم که اگر ما اینمی تو حالت ما باشن، ما فکر میکنیم که ما 60% اینمی الان بهمون نزدیک هستن. حالت هست یا آواز هستن؟ نه هستن. ما شما ببینیم، ما برتان گفتیم دو طالب ما تا امروز اینمی حالت ما و شما اینمی خودشان با اینمی چی هستن؟ تا اینمی امروز سر وزارت های ما و جماع جنگ هستن، سینما تا اینمی امروز یکش میگه که اینمی جا کامپرستی هست، یکش میگه که هوجه کامپرستی هست، کل لگه شما و شما اینمی حال مردم ما و شما و کل لگه تقسیم و کل لگه بر سمت و بر زبان و بر قوم هستن، نه بر لیاقت. اینمی هستن که ما و شما اینمی جا یک درز پیدا کردیم. ما باید از اینمی حالت خود بکشیم. چرا کم بکشیم؟ اینمی وظیفه حکومت افغانستان هستن که ما باید از اینمی کارا رو تیشم که اینمی علی کردم. ما برای پیشتر برتم گفتم که راپورای خیر چی نکنه که یا برای مردم نان توزیع میکنه، وقتی نان توزیع کردن نیستن، وقتی علی رسیده که هنوز برای تان شیشته در میدان وردک میگم ما قبل چند روز بعد میام که اینمی میگیرم چند تا کارتا رو تیز کردن، این یک واقعیت هستن. هر روز ما برات میگم در شهرهای کابل، در کندار کابل روزی ده نفر سرش بریده میشه. دیروز ترافیکا را تا کده بود. شما در اینمی حالت رسیدین، شما بیغم نشوین. ما باید اینمی حالا برد خارجی شن، ما باید کت دنیا سمسایی بشینیم. ما کت دنیا باید بگویم میشه که کت ما قرارداد امنیتی، قرارداد استراتژی، قرارداد کت ناتو کت و کمی تغییرات ما در خود حکومت بیاره. شما ببینید حکومت او طرف بچی ملا عمر و بر جنگ تعیین میکنه، ما یک دختره که برشان تعیین میکنیم، اون نمیشه بیادر به اینمی حالت. ممنون آقای حسینی، حرفای آخر شما را میداشته باشیم، بفرمایید. خب ما به این باور هستم و دیدگاه ما هست که افغانستان هیچ وقت تجزیه نمیشه و ملت افغانستان اجازه نمیده. ملت افغانستان 2000 نفر نیست که سرشان های 33 میلیون جمعیت نفوس افغانستان شیشته هست. افغان ها هست، زنده هست، اولادای اصیل خود داره. میاییم سردی که چرا کم صلح شوی، باید از متنفذین و کسایی که درایت کار داره و مؤثریت خود بین طالب و حکومت و مردم داره، بود اجتماعی داره، با اینا مشوره شوه و از سر تا سر افغانستان، ما 34 ولایت افغانستان
از هر ولایت دو نفر سه نفر یک اجماع بین الافغانی صورت بگیره و رهبران ما از خودکامگی بگذرن به همون کسایی که توانایی و درایت کار در افغانستان داره از اونا استفاده کنن. ما بجز از هویت نظام خود عزت وطن خود چیزی دیگه نمیخوایم. ملت افغانستان نمیخواد، او کسایی که به خانه است نمیخواد، او کسایی که توانایی داره که بهترین تر و راکار میکانیزم به خاطر صلح داره از اونا کار گرفته شود، نه او کسایی که شما ببینین آقای نور ما واقعا احترام دارم اما به چیز موثریت نداره، به صحبت های به حساب مذاکره بین الافغانی آقای دوستم به چیش وقتی که او وکیل است تا 1.5 سال دو دفعه به پارلمان نامده چطور میتونه که او بره در مقابل مرا برادر بشینه گپ بزنه؟ او کسایی باشه کونکار، کسایی باشه که تجارب خوبی داره به خاطر مذاکره و میتونه این تنش ها را خاتمه بده و مسائل صلح پیشکش کنه. من امیدوار هستم از محصولین زیرصلاح درجه یک کشور مسائل سم، سو، قوم، تبار اینا رو بذاره کنار، او مردمانی که واقعا به خاطر افغانستان کار میکنه، به خاطر افغانستان طرح میده، از اونا کار بگیره تا که ما از این مشکلات بیرون شویم. بسیار تشکر. عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، داود اساس، آگاه سیاسی، گلاب میر رحمانی، استاد دانشگاه که از هند با ما بودیم. بسیار تشکر از حضور همه‌تان. تشکر از شما بینندگان عزیزم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.